سردرگمی، آشفتگی. در سیستم پیشرفته ترین پدافند هوایی ادعایی در جهان تا پیش از عملیات وعده صادق دو، اینجا موشک‌های تمییر گنبد آهنین به اشتباه موشک‌های پدافند هوایی فلاخن داوود که گیج شدن را هدف قرار می‌دهند. اما آن هم نمی‌شود در آسمان تل‌آویو. اینجا هم موشک‌های بالستیک راهبردی سپاه به راحتی از صد موشک‌های پدافند هوایی آرو عبور می‌کنند. موشک‌های پیکان خودکشی می‌کنند و از بین می‌روند و بالستیک‌های سپاه به اهدافشان می‌رسند. این روند عملیات موشکی ایران که اینطور اهداف نظامی تعریف شده را هدف قرار می‌دهند، شاید مربوط به یک عملیات قبل‌ترش باشد. شبی آرام در سرزمین‌های اشغالی، صدای آژیر هم نمی‌آید. ناگهان هدفی در قلب تل‌آویو منهدم می شود. این تنها تصویر درس پیدا کرده است که توسط هکرها به دست آمده. بعد از انهدام این رادار بود که سامانه‌های دفاع هوایی رژیم گیج می شود. رهگیری‌ها با تأخیر و موشک‌های بالستیک اسرائیل زن ایران یک به یک به اهداف می رسند. این رادار منهدم شده ی ایکس باند است که قرار بود جایی در نزدیک نواتین باشد. ماکت آن در آنجا بود. رادار به تل‌آویو در یک پارک منتقل شده بود، برای عادی سازی برده شده بود. هم ماکت و هم خود رادار منهدم میشه. 500 میلیون دلار صهیونیست‌ها را ایران از بین میبرد. تا اینطور یکی از اهداف عملیات وعده صادق، یعنی پایگاه نواتین، مورد هدف قرار بگیرد. رژیم صهیونی که زیر بزرگترین عملیات موشکی جهان به شدت آسیب دیده میگوید پاسخ میده. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایتهای رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، تمام زیرساختهای اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. سه سال پیش یکی از پاسخهای احتمالی ایران تمرین شده بود. اینجا روی هدفی شبیه سازی شده از تأسیسات ساخت سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی. موشک‌ها با سرعتی بیش از 9 برابر صوت به اهداف خود اصابت می‌کنند. با توجه به انهدام رادارهای راهبردی رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق دو، در صورت پاسخ احتمالی اسرائیل، ایران به راحتی میتواند تأسیسات رژیم صهیونیستی را زیر باران موشک‌های خود قرار دهد. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.